که اینجا که در بهار مرحوم مجلسی نقل کرده، جلد 53 صفحه 176 که در توقیع شریف حضرت حجه صلوات الله علیه هستش. ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنه اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا. حضرت فرمودن که اگر شیعیان ما که خدا اونها رو موفق به طاعت خودش بکند، اینها همدل بودن، اجتماع من القلوب، دلهاشون با هم بود، گرد هم می آمدن، در کنار هم بودن در اینی که به عهد ما وفا بکنن، یعنی همگی اجتماع می کردن، گرد هم می آمدن، همراه هم بودن، همیار هم بودن، به جای جدایی الفت و دوستی با هم داشتند. در اینی که به عهد امامت وفا بکنن، حضرت می فهمون لما تأخر عنه الیوم در لقائنا، این سعادت دیدار ما به تأخیر نمی افتاد و سعادت مشاهده ما رو براشون به زودی انجام می شود. خب این خیلی چیز مهمی هست که ما توجه کنیم که عامل تأخیر در دیدار حضرت، ظهور از حضرت، این تفرقه ایست که ما داریم، این پراکندگی هاییست که ما داریم و با هم اجتماع نداریم. لذا باید تلاش کنند جوانهای شیعه آگاه بشن و سعی کنند که اخلاقی عمل کنند. من یه روایت دیگه هم بخونم، این خیلی اینم مهمه، در احتجاج تبرسی آمده، جلد 2 صفحه 600 و 473. قد آزانا جهلا و شیعه و همقاهم و من دینه جناح البعوزت ارجهم. بدون شک شیعیان جاهل و کمخرد و اونهایی که بال پشه از دین اونها محکمتر ما را آزار می موجب آزار است. لذا باید کاری نکنیم که به اسم شیعه و به اسم از حضور انوارتون دفاع از اهل بیت سبب آزار اونها باشیم. دست شوالت نکن آجا.